بسیار عالی. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز دوشنبه، دوشنبه آغاز هفته است و اولین دوشنبه ماه جون است، دوشنبه سوم ماه جون و 13 خرداد است و میدونم شما مشتاقتر از من منتظر برنامه آقای سلیمی نازنین هستی. آمار و ارقام هرگز دروغ نمیگوین. روز جمعه هم ازتون خواهش کردم که این کارو بکنید، میتونید برید به سایت یوتیوب، یعنی بزنید youtube.com/خطورکی میهن تیوی عدد 1، یا VOA Persian یا BBC Persian یا ایران اینترنشنال، هر چی رو که دلتون میخواد، و بعد آمار اونا رو نگاه میکنی، آمار برنامه های آقای سلیمی نازنین رو هم نگاه میکنی، بعد اون وقت متوجه میشید که آمار و ارقام هرگز دروغ نمیگوین. این که میگویم شما بیشتر از من منتظر حضور آقای سلیمی هستید اغراق نیست. اجازه بده که بریم خدمت آقای سلیمی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و تشکر کنیم از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده. آقا سلام میکنم به شما. سلام به شما جناب آقای بهبهانی عزیز، سلام و درود به شنوندگان و بینندگان عزیز در هر کجای دنیا. سپاسگزارم که یک بار دیگر این فرصت رو در اختیار من میذارید که در خدمت عزیزان باشم. ممنون از حضور شما. اجازه بدید بریم سر اصل ماجرا. بذار من این برنامه رو دوباره اینجا تکرار بکنم و تصمیم گرفتم که تو هر برنامه این رو بگم تا شاید کمکی بکنه، و اون اینه که ما با یه اهریمن طرفیم، ما با یه نظام ساده طرف نیستیم، ما یه مش اهریمن و از اون بنیانگذار بزرگشون، اون کذاب، اون دروغگو، تا امروز همه دروغ میگن. حیرت انگیزه که ما حدود 10 پیش شاهد یک حرکتی بودیم که گفتن بیضه اسلام، تخم اسلام به خطر افتاد، تخمش درد گرفت که چی شده؟ یه مش بچه یه طفل معصوم نازنین کودک دبستانی برای ورزش و نرمش آهنگ ساسیمانکن خوندن. ارکان نظام به لرزه در اومد، وزیر آموزش پرورش کله ملق شد. چرا ساسیمانکن؟ همش دروغ بود. برای اینکه ساسیمانکن رو حالا هواش کردن که بیاد تور جهانی بذاره و هر جایی که بره مردم شیفته و واله برن استقبال این موجود. این بر اون ساسیمانکن گناهی نیست، اشتباه نکن. ببین این چقدر دروغگوه و چه موجود پلید و کثیفی است این نظام اهریمنی. عجیبه، واقعا عجیبه، آدم حیرت میکنه. آیا این ذکاوته؟ آیا این هوشه؟ یا اینکه ما دنده عقب میریم، ما این که باعث بروز این جریانات میشیم. آقای سلیمی، وضع اقتصاد، وضع نقدینگی، گزارش ها وحشتناک در این زمینه. از زبان شما بشنویم فکر میکنم شیرین تر باشه. بفهمید ببینیم که چه میگذرد، این کار رو به کجا میرسونه. میشتم این خواهش میکنم. بله جناب بهبهانی، شما از یک نقطه بسیار مهمی شروع کردید. خب این حوادثی که گذشت در سالی که سال 97 که با ماجراهای بزرگ که اینا ماها نشستند FATF رو کاری نتونستن بکنند، CFT رو، یعنی در واقع این لایحه مقابله با تروریسم بین المللی رو که بارها برده بودن توی بحثا، و بعد ابعادش رو خب خود دولت یا حتی دوران طولانی از سوی مجلس
روحانی، وزیر خارجه، همه اینها گفتند که اگر این رو ما نتوانیم به سرانجامی برسانیم، به هر حال با مشکلات زیادی رو خواهیم شد. خب ما میدونیم که سرنوشتمون چی شد، که امروز هم که علی رغم اینکه بحثایی که الان هست، صحبتی که پومپئو با هایکو ماس داشت، وزیر خارجه آلمان داشت، اونجا گفت که به هر حال آمریکا و اروپا بدون این لایه‌هایی که چه در زمینه مقابله با تروریسم، همین امروز دیروز این بحث رو باز هم مطرح کرد، و چه با به هر حال پولشویی و این مبارزه با جرایم بین المللی یا فراملی که همون FATF، بدون این هیچ کسی پذیرای به هر حال دولت ایران نخواهد شد. یعنی ما در واقع این بحث‌های مربوط به جنگ که پس از اون ماجراهای عدم تصویب لایحه‌های چهارگانه ایجاد شد، یک تشنج بحث‌های مربوط به جنگ در واقع یک دوری از بنبست سیاست‌های داخلی مالی و سیاست خارجی در واقع تبادلات و نگاه هر کدوم از این نیروها به تنش‌هایی بود که در سطح منطقه و جهان بود، و در داخل همچنان اینها اون لایه ها رو تصفیه نمی کردن که بتوانن اون حد از تحریم ها رو دور بزنن، در حالی که هرچی بیشتر در باطلاق در واقع تنش و کشمکش وارد شدن، به جایی که نزدیک غرق شدن که پس از اون در واقع این بحث های بعدی رو ما داریم شاهد هستیم. اون چه که باز هم عقبگرد کردن به اون همین نقطه است که باز پمپئو و دیگران میگن که خب همه اینا یک دور بود. این دور حالا امشب عرض میکنم، امروز عرض خواهم کرد که این دور 3-4 ماهه‌ای که آخرین بار به اینها مهلت داده بودند که FATF رو برند و بشینند و تصویب بکنند، پس از اون اگر حرفی هست اروپا، اینستکس یا حالا سویفت، مبادلات بین‌المللی، دیدیم ماها اروپا چگونه اینها رو برحال سرکار گذاشت و هیچ فرجی حاصل نشد در روابط اقتصادی یا در کاهش تحریم ها یا با دور زدن های تحریم ها که اینا انتظار داشتن چین و روسیه به گونه ای و اروپا با اینستکسش به گونه ای انجام بده. دیدیم که بدون اون لایحه ها و پالرمو و دیگر لایحه ها هیچ کمکی به اینا نشد، تا اینکه پس از 4 ماه باز در نقطه قبل قرار گرفتند. در واقع این در این 4 ماه اون چه که اتفاق افتاد باز هم تورم بیشتر بود، عبور به سمت یک قحطی بود، کمبود کالاها بود، کاهش شدید رشد تولید بود، و اون چه که امشب باز به طور وسیع‌تر بهش خواهیم پرداخت. امروز جا بهوانی نقدینگی یک چیزی است، تا الان چند بار کارشناسان اقتصادی، چون این یک سانسور بزرگی روی نقدینگی وجود داره، در آغاز سال 1397 برآورد میشد که، یعنی در واقع از ماهای اول 97 که حدود 1600 هزار میلیارد تومان بود، برآورد میشد که این به یه چیزی حدود 1800 یا نزدیک 1850 هزار میلیارد تومان برسه. ما صحبت از 1800 هزار میلیارد میکنیم، یعنی 1.8 تریلیون میلیارد. این ماجرای در واقع صحبت از تریلیون هست یا تریلیارد هست. وقتی که میگیم 1800 هزار میلیارد یا 1900 هزار میلیارد، در واقع این رقم رو نوشتن این و تعداد صفری که در کنار این است، این وقتی که احمدی نژاد دولت رو به هر حال واگذار کرد در 6 سال پیش، ما 480 هزار میلیارد تومان نقدینگی داشتیم در ایران. 480 یعنی 500، حدوداً 500 هزار میلیارد تومان. الان صحبت از 2000 هزار میلیارد تومان هست. برآوردی که همین من در 3-4 هفته پیش عرض کردم که شخصی به نام حیدر مستخدمی که از بانک ملی و از این سیستم بانکی ایران بود، او برآورد کرد، از مسئولان در واقع سیستم مالی و پولی کشور بود، او این رقم رو به هر حال
افشا کرد، فاش کرد این رقم رو. امسال من الان یه گزارشی از باز هم از این کارشناسان پولی دارم که روزانه 857 میلیارد تومان به نقدینگی در ماه فروردین و اردیبهشت در سال 98، یعنی همین امسال، روزانه 857 میلیارد تومان، یعنی تقریبا یه چیزی حدود 1000 میلیارد تومان در اضافه میشه به در واقع ماجرای نقدینگی. این فعلا شروع سال هست و اگر ما حدودا همین چیزی در آغاز سال حدود 1000 تقریبا 857 چیزی حدود 900 یعنی میلیارد تومان هست، 900 میلیارد تومان در نظر بگیرید که در 365 روز چقدر خواهد شد. این یک چیزی حدودا سر به یک چیزی حدود 350 تا 400 هزار میلیارد تومان میزنه، یعنی تقریبا به اندازه در عرض سال 98 ما یه چیزی حدودا به اندازه کل نقدینگی، حجم نقدینگی در سال پایان سال 91 این حدود بود، 400 خورده هزار میلیارد تومان بود. ما در عرض یک سال فقط اینقدر اضافه میشه به، فقط اختلاف و تفاوت اینقدر خواهد شد، رقم افزایشش اینقدر خواهد شد که کل نقدینگی در عرض حدود 32 سال در ایران به اندازه یک سال در واقع ما اینقدر نقدینگی چاپ میکنیم به پول، به حجم پول، حجم نقدینگی اضافه، حجم نقدینگی اضافه میشه. این رقم حاکی از اینه که در اقتصاد ایران چه چیز فاجعه‌ای در اتفاق افتاد با پول ملی، چون پول ملی به هر حال حجم نقدینگی اولین اثر زیانبارش روی پول ملی است، کاهش ارزش پول ملی است. باز هم در روزهای اخیر گزارشی در خود همین سایت‌های دنیای اقتصاد اینها بود که مقایسه کرده بود به هر حال کشورهایی که حجم نقدینگی بالا داره رو با آلمان سالهای در واقع دهه 30، و اونجا به هر حال این رو نشان میداد، تشریح میکرد که کاهش پول ملی منجر به سقوط دولت ها شده در بسیاری از کشورهای دنیا، امر کاهش پول ملی سبب سقوط دولت ها خواهد شد. ما صحبت از این نمی کنیم که دموکراسی خواهد آمد یا نیمه دموکراسی خواهد آمد، نه، صحبت از اینه که در اون رژیم و سیستم نظام حاکم، هر نظامی میخواد باشه، با کاهش ارزش پول با قحطی روبرو میشه، با بحرانهای شدید در واقع بانکی روبرو میشه، با هجوم مردم به سیستم های در واقع توزیع و سیستم های دیگر جامعه همراه خواهد شد. و این سبب در واقع یک بررسی بود که چگونه این کاهش ارزش پول ملی باعث فروپاشی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حتی روان جامعه خواهد شد. به هر حال این مسئله نقدینگی، آثار نقدینگی و یا پایه پولی، پایه پولی در واقع ما در گذشته بارها گفتیم که نقدینگی بر دو بخش بزرگ، پول و شفاف پول. ما در ایران به خاطر اینکه کلا درک درستی از اقتصادگرایان دسته یا نهادگرایان که به گونه‌ای به سیستم اجتماعی و مشارکتی معتقد هستند یا به همون نوع نگاهشون بیشتر دولتی است، اقتصادگرایان و نهادگرا و اقتصادگرایان نولیبرالی، که در هیچ کدوم این دو نوع، این دو دسته اقتصادداران در ایران هیچ کدام از اینا نمیتوانند این بحثا، همون بحثای وارداتی سوسیالیسم و کمونیسم و نئولیبرالیسم، در ایران هیچ اسمی به طور واقعی در کاربرد نداره و باز تولید هم نداره، جز اینکه فقط کلماتی شده که متاسفانه بعضن در چه در روشنفکران، چه در حتی دولت مردان، چه در، چون این اسم ها در واقع دستانداز هایی هستند که حتی در سطح دولت، حتی در سطح اپوزیسیون در واقع تفسیرهایی داره که در یک تاریخ دیگر در کشورهای دیگر بوده. در ایران وقتی که ما نگاه میکنیم دو دسته اقتصاد دانان ایران در داخل کشور، تکنوکرات هایی که به این دو دسته کار میکنن، ولی هر دو دسته این اقتصاد دانان و مسئولانی که از دو نگاه به اقتصاد ایران نگاه میکنن هم نظرن در این مورد
که افزایش نقدینگی موجب تلاشی در واقع ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد. چون ما از همکنون این بحران سبب شده که خود پایه پولی که در واقع اون بخش در واقع پول هست، پول رو به پول داغ تبدیل کرده. ارزش پول وقتی که کاهش پیدا کرد و وقتی که این پول با کاهش ارزش خودش به عرصه طلا، به بورس، به فرابورس، به مسکن، به تولیداتی که در جامعه داریم ما، به خوراک، به عرصه‌های گوناگون هم نورکه شد، در هر جایی یک بحرانی رو به وجود آورد. و امروز هم با گزارشی که در همین روزها باز هم به محض اینکه اینها از مسئله جنگ یک کمی وقتی که سبکتر میشن، تازه باز چشم باز میکنن، میبینن که چه غول و چه هیولایی در مقابل اینها ایستاده. اون تضادهای داخلیشون که باید حالا برن، حالا مسئله جنگ، حالا دیگه آمریکا نیست، به فرض یا چند روزی یا چند سراغی مسئله آمریکا، بحثای مربوط به این که آمریکا میخواد بزنه، با هم دیگه بشینن، به هر حال یه مقدار خودشون رو یک دل و یک زبان بکنن. این وضعیتی است واقعی الان. وقتی که خطر احتمالی جنگ کاهش پیدا میکنه، دوباره اینها در درون خودشون میرن، تازه انگار که از خواب بیدار شدن. این جنبه بسیار بزرگی است که من واقعا میخوام ظریف ولی دقیق امشب اینو توضیح بدم که وقتی که خطر یک جنگ یا بمب افکن ها از ایران میره، اون بمب هایی که تا کنون در درون اقتصاد ایران، در درون جامعه ایران در واقع انداخته شده، که من در شبهای غرب در جلسات پیشین عرض کردم، بمب نقدینگی، این جنگ اقتصادی که در درون بود، جنگ مضاعف اقتصادی، بمبی که در واقع رونق تولید رو به شدت سیستم‌هایش رو نابود کرد، بمبی که دولت رو بدهکار کرد، بمبی که مردم رو بدهکار بانک‌ها کرد، و یا اینکه بخشی از مردم رو طلبکار بانک‌ها کرد، که هی بهره‌های بسیار بسیار بزرگی رو در واقع به یک قشر کوچکی از اون 4-5% جامعه بانک‌ها باید به اونها بدن، ولی از جیب 70% مردم باید خالی بشه. یعنی وام‌هایی که فشاری که به 70% 80% جامعه ایران میاد، با توجه به اینکه دستمزدهایشون ارزش پول ملی از بین میره، فقط در سال همین سال 97 یک چیزی حدود 200 بالاتر از 240 هزار میلیارد تومان اینها سود بانکی به یک قشرهای محدودی از جامعه دادند. بخش بزرگی از این حجم نقدینگی از پولی بود که سود در واقع بانک ها رقمش حدود یک چیزی حدود 324 هزار میلیارد تومان اینها فقط سود بانکی دادند. تعهداتی داشتن که در واقع اون پولی که در بانک ها سپرده شده بود باید نرخ سود اونها را میدادند. به این ترتیب افزایش حجم نقدینگی بمبی بود که در اقتصاد، در جامعه ایران به هر حال انداخته شده و این سیستم ها رو متلاشی کرده. و ما با چنین وضعیتی باید تازه الان کارشناسان، مسئولان دارن چشم باز میکنن ببینن که یعنی پس از این دوره 2 هفته‌ای که همش در گیر جنگ بودن، تلاش مسائل گوناگونی برای اون میکردن، اومدن وارد این بحث شدن که باز هم مجلس یا به هر حال اتاقهای بازرگانی و یا وزارتخانه ها در گیر این جریان هستن و گزارش هایی نشون میده که به شدت دنبال اینن که چگونه باز این وضعیت نقدینگی رو سازمان بدن، رابطه اون دو بخش یعنی پایه پولی و شپ پول رو، بخش دیگر نقدینگی رو بتوانند یک کارهایی به هر حال جرح و تعدیل هایی بکنن که یک مقداری اقتصاد رو بتونن در واقع تکانی به اقتصاد بدن. خب حرفی که به فرض آقای همتی میره پیش رئیس بانک مرکزی کره جنوبی و از اونها انتقاد میکنه که شما محافظه‌کارانه برخورد کردید با فشار آمریکا، یا بحثایی که با سیستم بانکی عراق داشتن در 2 هفته اخیر، یا همون که عرض کرده بودم بانک مرکزی افغانستان، حتی آرین بانک اینها رو
در واقع اجازه پروانهشون رو گرفت. اینها دارن الان متوجه میشن که هیچ یک از کشورهای نه تنها به هر حال اروپا که اون بحث اینستکس رو همچنان خوابیده به خاطر اون لایحه ها، بلکه کره جنوبی، افغانستان، عراق، کشورهای به هر حال شمال ایران، کشورهای همسایه، همه اینها از ایران فاصله گرفتن و بانک مرکزی ایران در این 4 ماه، در این 3 ماه، در این 2 ماه اخیر که هی تلاطم در واقع میدان جنگ نزدیک شده بود به ایران، در واقع اینا مسئولیت های روزانه خودشون رو کلن رها کرده بودند و چشم باز کردن و این فشارها رو باز هم جلوی روی خودشون میبینن. جناب بهبهان، من اگر اجازه بدید این قسمت بحث رو همراه کنم با صحبتی که باز هم فراحت پیشه کرد، چون من به خیلی بله منم مخصم دو ساعت پیش عرض کرده بودم که در زمانی که سدلی خامنه ای به هر حال همواره میگفت مذاکره نمیشه، فلان این بحثا در واقع ما این سم است و اینها، من اون موقع چند بار تأکیدن عرض کرده بودم که نظرات علی خامنه ای رو باید در کمیسیون امنیت و سیاست خارجه، و گفته بودم که فلاحات پیشه، حشمت الله فلاحات پیشه، فرد موثری است در به هر حال شورای امنیت کشور حضور داره، کمیسیون مهمی رو در مجلس داره، فرد نزدیک به حرفهای خامنه ای رو در مجلس باید به هر حال غیر از اینکه او همیشه حالت معترض داره، منتقد داره به دولت خودش، به مسئولان، ولی زبان او رو باید در جاهای دیگر، در رسانه رو اون یکی داره، در کیهان رو این داره، و در زمینه امنیت و سیاست خارجی فلاحات پیشه این حرف رو میزد. همون موقعی که او میگفت که این سم است و مذاکره نخواهیم کرد، فلاحات پیشه گفته بود که ما به این ترتیب مذاکره خواهیم کرد. امروز باز هم در کمیسیون مجلس دیروز این حشمت الله فلاحات پیشه میگه که علتی که سبب شد با آمریکا از برجام بیرون اومد و بعد ما تنشای ما با آمریکا افزایش پیدا کرد، این بود که بحث روی مسئله 70 میلیارد دلاری بود که پس از برجام اروپا نصیبش میشد و 40 میلیارد دلار دیگری بود که کشورهای دیگر، که این کشورهای دیگر در واقع چین و به هر حال روسیه و بخشن کشورهای آسیایی اینها را مطرح میکنه. خب ما میبینیم که این 70 میلیارد دلار و 40 میلیارد دلار در واقع حدوداً یک چیزی هست که حجم درآمدهای نفتی و درآمدهای صادرات غیر نفتی ایران هست، چون حجم صادرات غیر نفتی ایران در با همراه با میانات گازی که حدود 4 میلیارد دلار بود و 39 تا 40 میلیارد دلار هم صادرات غیر نفتی بود، همراه در واقع صادرات غیر نفتی و میانات گازی حدود 44 میلیارد دلار بود که عرض کردم که چیزی حدود 30 میلیارد دلارش بر نگشت به سیستم در واقع داخل بانک ها. این میزان از ارز صادراتی برگشت نخورده هنوز هم، ولی اون 70 میلیارد دلار 60 خورده یا 70 میلیارد دلار در یک وضعیت خوب اگر تحریم ها صورت نمی گرفت، اگر روزانه با 2.5 میلیون بشکه صادرات نفتی داشتیم، یه چیزی حدود 60 میلیارد دلار با پول نفت بشکه امروز که در سال 98 هست، یک چیزی حدود 60 میلیارد دلار ما می توانستیم عایدات نفتی داشته باشیم. یعنی حدوداً در سال حدود یه چیزی بیش از 100 میلیارد دلار این حجم در واقع عایدات نفتی و صادرات غیر نفتی و میانات گازی ما بود. اقتصادی بود که در می توانست در خدمت اروپاییان و چین و روسیه و بخش دیگر قرار بگیره. منتها اینها به خاطر اینکه همواره این شعارهای ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی، چون به منافع ملی اصولا نمیتونن، که این بحثی است بسیار بسیار خب ریشه دار در ایران، چون اساس فعالیت در واقع موجودیت نظام جمهوری اسلامی ستیز با آمریکا و اسرائیل بود، حاضر نبود که پس از اینکه علارغم اینکه این برجام رو با آمریکاییان شروع کردن، خب بدون در جهان امروز
بدون نظر آمریکا که نمیشه به هر حال اینا فقط با اروپاییان، بدیهیه که آمریکا حاضر نیست عمده نقش اصلی رو اوباما داشته در جریان برجام. بعد علی خامنه‌ای وقتی به یه جایی رسید رساند، اون وقت شروع کرد با آمریکا مقابله کردن، چون اساس موجودیت اینها در واقع آمریکا ستیزی است. این اون جایی است که اینها اگر دور دیگر هم همین امروز که آمریکا با اینا میخواد وارد مذاکره بشه، باید به این نکته شنوندگان و بینندگان عزیز توجه بفرمایند که آمریکا چه چیزی رو از اینها میخواد. آمریکا از اینها میخواد که اقتصاد ایران با این وضعیت، به هر حال اقتصاد ایران میتونه یه اقتصاد زنده و پویایی باشه. مسئله این نیست که او بگه که این رژیم یا رژیم دیگر، اقتصاد ایران قدرت این رو داشت که با صادرات نفت، با وضعیت معانات گازی، الان بحث اینه که ایران قدرت اول گاز دنیاست یا قدرت دوم گاز دنیاست. وضعیتی که داره به لحاظ بهرحال استراتژیک، ژئوپلیتیک، این کشور به لحاظ این که در واقع از کشورهای شمال امکان لوله گاز یا نفت یا بهرحال موقعیت سوق‌الجوشی و ژئوپلیتیکی که ما داریم، وضعیتی که ایران امروز در خاورمیانه داره، یک قدرتی است با نیروی جوان کار، با این همه معادن گسترده‌ای که در ایران هست، با یک چنین وضعیتی طبیعی است که یک کشوری است بسیار بسیار ثروتمند و موقعیتی داره که خب بعد ساختارهای در واقع یک اقتصاد سرمایه‌داری درش وجود داشت. خب این تحریم یکی دو سال اخیر کمر ایران رو داره میشکنه زیر این همه فشار، اما اون اقتصادش میتوانست عرصه‌ای باشه، پهنه‌های بسیار بسیار جذابی برای اقتصاد آمریکا باشه. به اضافه اینکه وقتی که ایران امتناع میکنه در مقابل آمریکا میسته، اقتصاد کشورهای دیگر منطقه رو هم تحت تاثیر قرار میده. عملا میدان رو برای جاده ابریشم که چین در واقع خیلی خیلی طمع کرده که به هر حال کشورهای خاورمیانه رو، ترکیه رو، کشورهای مثل بسیار بسیار ثروتمندی که از لحاظ نفت و گاز و وضعیت خاورمیانه اینها رو بگیره، این بحث جاده ابریشم که باید یه بحث بسیار ویژه‌ای، اصلا ابعاد این رو روشن کرد که چین تا کنون چقدر سرمایه گذاری کرده و چه میدانهایی رو در واقع در آینده میخواد بگیره برای اینکه رشد اقتصادی خودش رو و به هر حال جهان خاور، قسمت منطقه خاورمیانه رو زیر تاثیر و وضعیت اقتصادی خودش بیاره، زیر مهمیز و کنترل اقتصاد خودش بیاره. به هر حال آمریکا بدیهی است که موقعیت ایران رو رها نخواهد کرد و بحث‌های جدیدی که اگر این بحث مربوط به جنگ، احتمال جنگ هر چه کاهش پیدا بکنه، بحث‌ها و کشمکش‌ها دوباره روی میدان اقتصاد ایران و اقتصادهای منطقه شروع خواهد شد و به هیچ وجه نه ترامپ نه دموکرات‌ها، هیچ کس حاضر نیست که مسئله این بحث اقتصادی رو، میدانهای در واقع نفوذ آمریکا رو در خاورمیانه به هر ترتیبی حتی ضعیف بشه. بنابراین اون چه که در وضعیت کنونی وجود داره، اشاره حشمت الله فلاحات پیشه اینه که به هر حال این 110 میلیارد دلاری که امروز اگر وضعیت جنگی پایان پیدا بکنه، شرایط تحریم یک کمی به هر حال شروع بکنه، وضعیت آرامش در تحریم به هر حال پیش بیاد و آمریکا به هر دلیلی بخواد فقط تحریم های نفتی رو، حالا بقیه مسائل که خب مسئله سپاه پاسداران، مسائل سیاسی، مسئله تروریسم، اونها اینا همه جای خودش، تحریم های نفتی رو حتی به وضعیت معافیت چند کشور فقط حاضر باشه که بپذیره، یعنی باز هم نفت به بالای 1.2 میلیون بشکه برسه، اون وضعیتی که تا همین 3-4 هفته پیش داشته، باز هم اون بحثای قبلی شروع خواهد شد. در هر صورت اقتصاد ایران وضعیت بحث روی همین مسئله منافع اقتصادی آمریکاست، میدانهای اقتصادی جولانی هست که اقتصاد آمریکا میخواد در ایران داشته باشه تا بتونه از طریق ایران برحال کشورهای دیگر خاورمیانه رو هم زیر نفوذ و کنترل بگیره. صد درصد. ببین آخه داستان نمیدونم برمیگرده به سالهای
نیکسون، کیسینجر در حقیقت، اونجایی که بحث پترودلار رو مطرح میکنه و میگه که اگر این دلار رو در دست خودمون بگیریم همه حیات ممالک رو در دست خودمون داریم. شما اگه دقت بکنید توی همین صحبت‌های پرزیدنت ترامپ میگه که اینا همه نفع بردن، ما هیچ نفعی نبردیم از این برجام، چیزی گیر ما نیومده. و دائما هم داره به اینا اعلام میکنه که آقا شما دیدی که میگه که با همینا میشه، خیلی آدمای خوبی هم اتفاقا میتونن وارد بشن، شما بذار ما بیایم تو، ما که اومدیم تو خودمون یواش یواش کاری میکنیم که اونای دیگه برن، انقدر شرایط رو تغییر میدیم که اونای دیگه نتوانن بمانن. اینا رو از این جهت میگم که این داستان اینستکس و اینها که اعتراضی که آمریکا داره میکنه، آقای پومپئو داره میکنه، چون میدونه اگر که این سر شاخ بند بشه و پول دیگری به جای دلار بنشینه، دیگه برگردوندن این به شرایط پیشی کار سختی خواهد بود. یعنی اگر یورو بتونه در اینجا کار بکنه، حتما در جای دیگه هم میتونه همین کار رو انجام بده. به همین دلیل آمریکا هرگز، چنان که شما به درستی هم اگر درست متوجه شده باشم اشاره کردی به این موضوع که آمریکا خواهان چنین اتفاقی نیست، نمیذاره که یورو جایگزین دلار بشه. به همین دلیل که هست کنم اگر اینجا بشه حتما جای دیگه هم اروپایی ها این کار خواهند کرد، بنابراین آمریکا اجازه چنین شرایطی رو نخواهد داد. اما تو همین ماجرا دو تا موضوع دیگر رو میخوام از شما، یعنی با شما مطرح بکنم. یکی این ماجرایی است که آقای جیمز جونز، مشاور امنیتی باراک اوباما، جمهور سابق ایالات متحده، گفت که مسئولان ایران هیچ ذهنیتی ندارند که قرار است دونالد ترامپ چه اقدامی انجام دهد. البته این بسیار خوب است که مقامات ایرانی در زمینه این که قرار است دونالد ترامپ چه کاری بکند در منطقه تاریک قرار دارد. آنچه در سیاست‌های ما توجه مرا جلب کرده این است که من مطمئنم ایرانی‌ها هیچ ذهنیتی درباره اینکه ترامپ قرار است چه کار کند ندارد. این خود به خود چیز خوبی است. آنها توازن ندارند، آنها یک روز از خواب بیدار می شوند و برای مثال متوجه می شوند که دیگر نیروی دریایی ندارند. آقای جیمز جونز میگه که ترامپ باید با همکاری همپیمانان برای محدود کردن ایران اقدام کند. فکر می کنم سیاستی که ترامپ در قبال ایران در پیش گرفته کارا باشد، اما از سوی دیگر فکر می کنم که تحریم‌های اقتصادی و ائتلاف با کشورهایی که به مانند ایران فکر می‌کنند سودی نداشته باشه. یعنی نمی‌تونی بری از طریق عربستان که خودش مثل ایران ایران رو بزنی. و این رو یه طرف صفحه قرار بدین و بریم از شما بپرسیم راجع به این کنفرانس بیلدبرگ که ادهی به اون کمیته 300 معتقدن که 300 نفرن در دنیا نشستن اوضاع رو تعیین میکنن. اتفاقا این بیلدبرگ یکی از همین جریان هایی است که در حقیقت شخصیت های اقتصادی در سوئیس در چند مدتی بار دور هم جمع میشن. این چه تأثیری این بیلدبرگ در شرایط امروز جهان علی خصوص میهن ما ایران خواهد داشت؟ میشنم هم فرمایش شما. بله، خب شما اون قسمت رو به ظرافت در واقع مطرح کردید که چه نگاه‌های بسیار بسیار پیچیده به مسئله در واقع آینده ایران با چه خطرهایی روبروست. بحثایی که هیچ وقت اینها الان نمیشه برآورد کرد که حتی مسئله احتمال جنگ، مسئله اینکه رژیم واقعا به خواب بره، به فرض اینکه بخواد چند بار دیگر از این ماجراجویی‌هایی که در زمینه به هر حال اون چهار کشتی کرد یا یک لوله گاز رو حمله کرد
یا یه جای دیگر به آمریکا حمله کرد. این بحثایی که الان یک عده میکنن که نمیدونم دارن خودشون رو فریب میدند که آمریکا از قدرت نظامی ایران ترسید، اینا واقعی نیست. اون چی که به هر حال ما وارد این بحث الان شدن کمکی هم نمیکنه، چون اساسا امروز فعلا این وضعیت آرام گرفته. ولی من هیچگاه گمان نمیکنم که حرفایی که این دور زدند که ایران نمیدونم موشک داره، که این موشک ها میتونه، حرفایی که رحیم صفوی و دیگران میزنن، انگار که اونا اونجا خوابیدن 20 هزار نیروی سرباز آماده با ایستاده بی‌دفاع که اینها از اینجا 4 تا موشک بزنن اونا رو نابود کنن و اونا هیچ کاری با اینا نکنن، اصلا یک بحث بسیار کودکانه و یا حتی احمقانه مطرح میکنن. ایده ای که به هر حال برای آمریکا چه چیزی براش به هر حال میتونه باشه که مثلا ایران بلند شه به فرض کشور قطر رو که نخواهد زد، چون با قطر رابطه خوبی داره، به فرض کدوم کشورها رو میخواد بلند بشه بزنه؟ الان همه اینها دارن روحانی صحبت از کنفرانس عدم تخاصم میکنه، میگه ما باید امضا بکنیم پیمانهای عدم تخاصم رو. واقعیت اینه که اینا دوربر اینها کشورهای عربی با انبار و مهمات و اسلحه برحال نشستند. خب ایران میدونه اینو که اگر وارد جنگی بشه با تعداد زیادی از کشورهایی که هر کدوم از این برحال کشورها یکی نیروهای زمینی قوی داره، یکی نیروی هوایی قوی داره، یکی نیروی سیستم موشکی رو در درون خودش داره. شما ببینید بحرین و حتی خود همین قطر به کشورهای دیگر، حالا عربستان که انبار اسلحه هست. خب به هر حال اینها دورانی بود که لیبی اجیر میکرد، مزدوران رو اجیر میکرد، 40 هزار نفر رو اجیر کرده بود با پول نفت خودش که برن بجنگن. اگر وضعیت جنگی وجود بیاد، خب ایران اینو میدونه که در جنگ نامتقارن با چه میدانهایی روبرو خواهد شد. اون چه که کارشناسان امروز در آمریکا میگن که میگن ایران نمیدونه با چه وضعیتی روبرو خواهد شد، بحثی از همین صحبت هاست که به هر حال امروز این رو، این قسمت رو ما میتونیم بذاریم به قول معروف خدا رو شکر که فعلا امر تنش‌های جنگی حداقل برای یک شاید 2-3 هفته‌ای کاهش پیدا کرده و بحث‌هایی هست که احتمال مذاکرات رو به هر حال برای ملت، چون ما همواره گفتیم که جنگ اجازه نمیده که تضادهای داخل ایران، اون چیزی که در درون ایران اتفاق افتاده و مردم ایران بیان در مقابل رژیم خودشون قوی بشن، بیستند و خواستهای خودشون رو مطرح کنن. جنگ یک سری مشکلاتی هم میتونست برای حرکت وجود بیاره، ضمن این که تضادهای خارجی رو باید نیروی آگاه استفاده بکنه، ولی جنگ در هر صورت برای ایران میتونست یک بلای بزرگی باشه. اما با این صحبت برسیم به قسمت اشاره فرمودید که بیلدربرگ. خب جناب بهبهانی، بیلدربرگ کنفرانسی است که حدود 130 نفر معمولا این رقم رو گفتن، از نخبگان اقتصاد دنیا، اقتصاد و سیاست و مسئولان حکومتی در جاهای مختلف و نه همه در هر دوره مسئولان، بلکه عمده تمرکز کنفرانس بیلدربرگ که نام هتلی بود در هلند در 1954، اولین بار اشخاصی از بزرگان در واقع جهان، بزرگان یعنی حاکمان، حکومتگران و افرادی از به هر حال سرمایه‌داران بزرگ جهان مثل به هر حال راکفلرها و دیگران، در تمام این دوران افرادی مثل هنری کیسینجر و خیلی از کسانی مثل تونی بلر و حتی بیل کلینتون و خیلی از اینا قبل از اینکه اصلا بیان در سیاست به فرض به افراد چهره‌های اصلی سیاست تبدیل بشن، یک سال یا 2 سال قبلش در یکی از این کنفرانس های سالانه شرکت می کردن و بعد نام این افراد در جزء برقرار سیاستمداران اول می اومد. یعنی نقش این کنفرانس میگن که چهره ساز هست. در واقع کنفرانس بیلدربرگ با توجه به نفوذ مالی، نفوذ اقتصادی که این کنفرانس داره، که بزرگان تصمیم گیر دنیا رو معمولا اجلاس در اونجا هستن شرکت می کنن. اینها مثلا تونی بلر رو در سال بعدش میگن که شرکت کرده بود، بعدش اومد مسئولیت بالایی گرفت و بعد هم نخست وزیر شد. یا حتی حوادثی رو که
مثل فالکلند رو دیگر حوادثی رو یا حتی به زمین زدن تاچر رو هم در همین کنفرانس بیلدربرگ تصمیم گرفتند. یا حتی یه دور خاتمی رو دعوت کردن برای گفتگوی تمدنها. بعدش اون سالهای بعد که جنگ تمدنها شروع شد، باز هم چهره هایی که از جنگ تمدنها دفاع می کردن در اونجا شرکت می کردن. امسال هم خیلی مورد توجه بینندگان و شنوندگان هست که کوشنر و پومپئو و اینها در واقع در این کنفرانس شرکت دارن و قطعا در ایران هم البته سایت تابناک و کارشناسان دیگر اقتصادی امنیتی توجه زیادی این روزها روی اینکه این کنفرانس چه نقشی در حساس ترین تصمیمات اقتصادی، سیاسی، حتی نظامی در سیاست خارجه در دنیا بازی میکنه. مقالات زیادی در داخل ایران بازتاب داده شد که این کنفرانس چه وضعیت حساسی داره. البته در مورد این کنفرانس میگن که از ترکیب دو لوژ ماسونی ایجاد شده، حدود 60 خورده یعنی از 1954 تا کنون سالانه به رقمی 67 و یا به هر حال 64 بار این کنفرانس برگزار شد و همیشه هم تصمیم های حساس همونطوری که عرض کردم در این کنفرانس گرفته شد. به نظر میاد که امسال اون چی که پومپئو در مورد مسئله خاورمیانه نقش در واقع سیاست های تحریم گرانه آمریکا به کشورهای دیگر و چگونگی رابطه شرکت های بزرگ دنیا، سرمایه‌داران بزرگ دنیا با مسئله ادامه مسئله در واقع تحریم و اینکه اقتصاد ایران با چه وضعیتی روبرو خواهد شد و ضمناً مقابله با نفوذ رقبای خودشون یعنی چین و روسیه، از بحثایی هست که در درون این کنفرانس برای سال 98 در اونجا جریان داشته با توجه به بحثایی که در فضای رسانه‌ای ایران هم انعکاس پیدا کرده بود. بله درسته، منتها پرسش من بودش که فکر میکنی این چه تأثیری در این روند داره. شما اشاره کردید به این که مثلا آقای ترامپ نمیدونم اینجور که رفتارش رو عوض کرد، این یه امیدی رو واهی کاذب که به نظر من نقش مخرب این امید رو، این امید واهی رو مدیا یا رسانه ها بازی میکنن. رسانه ها نقش بسیار مهمی رو قبل از اینکه بگیم روشن فکرها، اندیشمندان، این رسانه ها هستن که تعیین میکنن و نقش میزنن به جامعه و اینها امید واهی ایجاد کرده بودن که بله آقای ترامپ گفت اینجور، آقای ترامپ گفت اونجور، این ترامپ زبل تاس هشتم و الان قل میده، شوالیه از اون ور میاد، سیندرلا از این ور میاد و امروز یعنی یه سرخوردگی کامل وجود داره. این صحنه رو میخوام از زبان شما بشنوم که چه باید کرد ما در حقیقت کدام است. خب این مسئله است همونطور که جناب علی اشاره کردید، از یک سو ما با یک واقعیتی روبرو شدیم که برای چند روز آینده یا در دو سه هفته آینده بحث مربوط به تنش‌های برخورد نظامی بین ایران و آمریکا از حداقل این رو میشنویم و داریم میبینیم که از اون حالت بحرانی و که بسیار بسیار پرتنش در اومده، ضمن اینکه هیچ چیزی اتفاق نیفتاده، یعنی نه اینها به هر حال نیروهای خودشون رو از کشورها بیرون بردند، نه ایران مطرح کرده که دیگه به هر حال کار نظامی در منطقه نخواهد کرد، هیچ چیزی اتفاق نیفتاده، یعنی فعلا وضعیت یک حالت آرامشی است قبل از طوفان. یعنی بحثایی رو بین خودشون کردن که امکان این وجود داره که با هم دیگر به فرض بخواند بشینن تازه مذاکره بکنن. پشت پرده اینه که واقعیت اینه که یک مذاکراتی صورت گرفته و اینکه حالا این مذاکره رو چه کسانی بیشتر مؤثر هستن، ژاپنی ها بیشتر مؤثر بودن یا اینکه این ژاپنی ها اصلا کلن بازی سطح آب هست، مذاکره جای دیگری در نقطه دیگری، شاید مذاکره در عراق بین دو یک جنرال آمریکایی با همین
قاسم سلیمانی صورت گرفته، چون سفری کرده بود به عراق. شاید این مذاکرات در افغانستان صورت گرفته بین به هر حال نیروهای نظامیه. به هر حال این نمیتونه یک مذاکرات، فقط یک مذاکرات سیاسی بین دو فرد سیفیل باشه. این مذاکره بخشیش هم ابعاد نظامی یک مذاکره است. حالا مذاکره کننده ها چه کسانی میخوان باشن اون یه بحث دیگره، ولی در هر هیئتی بخوان با هم دیگه مذاکره بکنن، ابعاد این مذاکره بلافاصله یک مذاکرات نظامی هم هست، به خاطر اینکه سطح در واقع تنش به سطح نظامی رسیده بود. جناب آقای بهوانی، چون اگر در سطح سیاست خارجی بود مثل دوره های مثلا 3 ماه قبلش، باز در همون حد میموند، ولی چون به سطح نظامی رسیده بود درگیری ها، یعنی داشت در واقع آرایش نظامی ایجاد شده بود از طرف ایران و از طرف اونها، مذاکره کننده ها باید در درون هیئت های خودشون مذاکرات نظامی رو هم انجام بدن. یعنی این از حساسیت و از نگران کنندگی این تنش در میاد. این که مردمی که اون بخش از مردمی که به هر حال امیدوار بودن راحت حرف بزنیم، اونهایی که امیدوار بودن که آمریکا بلند شه چند تا بمب بزنه به سپاه پاسداران، اینها رو از به هر حال گسیختشون کنه، به تعرض نظامی صورت بگیره، اون بحثی که در هفته های پیش صورت گرفت که گفتیم اگر ما وارد یک درگیری تنش نظامی بشیم، اینکه بمب افکن های در واقع آمریکا بخوان به فرض جماران یا پادگان های ایران رو بزنه، یک شروع، یعنی در واقع حمله هوایی در ایران بخواد باشه، یک شروع بسیار بسیار سختی است که خیلی از همین مردمی که امروز از حمله احتمالی آمریکا حتی دفاع می‌کردن، ابعاد این رو شاید 50% امروز مردم ایران جنگ ایران و عراق رو تجربه نکردند، ابعاد هولناک یک جنگ رو تجربه نکردند. از روی نفرت نسبت به رژیم خودشون میگن به درک که این رژیم میره، هر چی میخواد اتفاق بیفته بیفته، ولی ما که خب میدونیم، اونهایی که جنگ رو دیدن، وضعیت رو دیدن، میدونن که با حمله هوایی به هر حال این رژیم که در عرض 2 تا 3 تا حمله هوایی بلافاصله از بین نمیره، که شروع میکنه به یک نوع به هر حال تلاشی سیستم های سپاه پاسداران، مبارزه بین مردم با سپاه. سپاه به غایت ضعیف خواهد شد، در یک روندی، در یک فرایندی ضعیف خواهد شد، شکی در این نیست. ولی به هر حال این مدل، من عرض کرده بودم، این مدل مدلی نیست که بسیاری حتی اپوزیسیون آگاه ایران واقعا این مدل رو مدل یک دموکراسی در کشور ببینه. اینکه بخشی از مردم ایران نفرت دارن از این رژیم، میخوان به هر چه زودتر این رژیم به هر حال ریشه‌اش کنده بشه از ایران، کاملا درسته، واقعی است این. و اینکه اون بخش از همین بخش هم به گونه این روزها ناامید میشن یا سرخورده میشن، این هم واقعی است، باید واقعیت ها رو گفت. چون اول قبل از هر تشریحی باید حالت های عمومی رو تشریح کرد، بیان کرد، و پس از اون به هر حال چون اون کسی که اون نیرویی که خواهان در واقع اینه که از درون این وضعیت امروز نارضایتی مردم، اینکه ایران آبستن یک انقلاب هست، اینکه ایران میتوانست در یک جنگی بین خودش و آمریکا و کشورهای منطقه هم وارد بشه، آلترناتیو دوم ایران بود. ما همواره نیروهای دموکرات، نیروهای منتقد رژیم، خواهان این هستند که در یک چنین وضعیتی که رژیم ایران دچار فروپاشی است و در عرصه‌های گوناگون مدیریت نمیتونه بکنه، فقط با نیروی نظامی و امنیتی داره حکومت میکنه، ولی مدیریت های اقتصادی، مدیریت سیاسی، مدیریت سیاست خارجه، مدیریت در واقع عرصه های گوناگون سیاست های پولی و سیاست های مالی و اجتماعی رو از دست داده و رها کرده، و در زمینه به هر حال محیط زیستی و چی و چی همه زمینه ها سازندگی در کشور، عمران در کشور دچار فلج شده، در یک چنین وضعیتی خب این رژیم باید پایه های این رژیم از سوی مردم ایران سست بشه. فشار آمریکا به از لحاظ تحریم
باعث شده که این رژیم هرچه بیشتر ضعیف شده، اما مسئله حمله احتمالی و جنگ و حمله نظامی به نیروهای در واقع سپاه پاسداران، همواره گفتیم که این یک مدلی هست که برای ایران میتونه به ایران ما آسیب بزنه. شما در نظر بگیرید که همزمان اگر یک وضعیتی وجود بیاد، بسیاری از خطرهای دیگر ما در دوربر ما داعش رو داریم، طالبان رو داریم، قواهای مهاجم، حتی همین حوثی ها رو داریم، که حتی همین حوثی ها اگر وضعیت 400 هزار نیروی نظامی و نیروی شبه نظامی فقط مال حوثی هاست، برآورد میشه که حدود این نیروی هشت‌الشعبی بیش از 150 هزار نیروهای در واقع جنگنده داره. سالیان پیش، چند صد سال پیش، یک نیروی نادر افغان به ایران حمله کرد و اصفهان رو تصرف کرد. ما با مهاجمان نه فقط آمریکا، ما با دستجات گوناگون، ارتشهای در واقع لشکرهای بسیج شده که در منطقه دوروبر ایران هستند، ما در خطریم. جناب بهبهانی، اینکه قدرت مرکزی در ایران در هم پاشیده بشه به هر قیمت با هر سرعتی، به نفع ایران ما نیست، به نفع دولت ملت ایران نیست. این رژیم باید برود. مدل این که این رژیم رو در واقع ما بیاندازیم و این رژیم رو از بین ببریم، اگر بشه به هر حال با اشکال گوناگون، حمایت خارجی ضروری است، ولی حمله خارجی میتونه، بارها گفتیم که حمله خارجی مدل خوبی نیست، مدل در واقع به هر حال بهینه‌ای نیست برای اینکه سرنگونی رژیم، میتونه به هر حال با وضعیت پاشیدگی کشور عزیزمان همراه بشه. ما همواره نیروهای دموکرات این نگاه رو داریم که وضعیت به لحاظ داخلی هدایت بشه. اون چیزی که شما هم بارها گفتید که اگر این نباشد به طرف تاریکی خواهیم رفت. به هر حال وضعیت این دلسردی بخشی قشرهای از جامعه ما رو، به ویژه جوانان ما رو، ما باید درک بکنیم، ولی نیروها باید این رو توضیح بدن که این یک فرصتی است که حمله نظامی خطرش برای یک دوره دفع شده، ولی مقابله با این رژیم، یعنی جنبش صلح، میتونه قوی تر بشه، به خاطر اینکه ما فرصت داریم الان به این پایه‌های در واقع فروپاشی که در جامعه ما هست، وضعیت اقتصادی، مشکلاتی که این رژیم فراهم کرده، بیستیم. از اون سو هم یک بار دیگر بگیم که به هر حال آمریکا و هیچ نیروی خارجی نمیتونه برای ما انقلاب بکنه. انقلاب رو مردم ایران انجام میدن. بدیهی است که در یک وضعیتی که بین آمریکا و رژیم ایران تضادهایی وجود داره که سبب ضعف بیشتر از حد رژیم میشه، وضعیتی به لحاظ خارجی برای ما وجود میاد که ما بتوانیم، یعنی نیروهای ملت، آگاه ملت بتونن به هر حال این ضربه را کاریتر به رژیم خودشون بزنن، تا به هر حال باعث آزادی در واقع ایران از این نیروی اهریمن بشه. جابهانی، بنابراین من از این ناامیدی یا سرخوردگی قشرهای از جامعه ما، من فکر میکنم که این رو نیروی آگاه میتونه توضیح بده. بسیج بشیم، وظیفه ما سنگین تر هست. ما امیدوارانه خوشحال باید بشیم که ایران به هر حال خطر یک جنگ بین در واقع یک نیروی بیگانه با ایران دفع شده، ضمن این که امکان سرنگونی این رژیم به دست ملت ایران رو، ما باید این رو کار بکنیم و این رو به طور شبان و روزی و پیگیرانه این رو توضیح بدیم و از اون قشرهایی که جوانانی که ایران سر خوردن به اونها امید بدیم، این مشعل امید رو برافراشته نگه داریم و بگیم که این فرصتهایی هم برای ما ایجاد شده. اما اجازه بدید برگردم به دوباره به موضوع اصلی، تم برنامه اقتصاد، وضعیت معیشت مردم. امروز اعلام کردن که کسانی که 20 سکه خریدن حالا باید بیان مالیات بدن و همش در حال تقلب و حق بازی هن. چند تا ایمیل داشتم که الان یه درو در ایران صدا کردن بی خودی و با خودی که بیاید جریمه بدید، برای اینکه نمیدونم یه خانمی تو ماشین شما بوده، حجاب کلش نبوده،
یعنی ماجرایی که می بردن شلاق می زدن فلان می کردن، حالا شلاق رو رها کرده و میگه جریمش کن. آیا این جریمه ها، آیا این مثلا 20 سکه بیشتر خرید مالیات بده مفر است برای نظام، میتونه تأمین کنه این فاصله و این گشادی که به وجود اومده؟ چجوری صحنه؟ بله، اول اینکه باید یک نکته رو اشاره کنم، چون شما از سکه شروع کردید، ما میدونیم که قیمت به هر حال هر اونس طلا، طلا قیمت جامعه طلا افزایش پیدا کرده. این بحثای که در به هر حال در دنیای امروز در وضعیت جهان اقتصادی هست، باعث نوسان‌های گوناگون طلا در دوره‌هایی میشه و الان طلا در وضعیت بسیار بسیار بالایی قرار داره. قیمت هر اونس طلا 0.5% افزایش پیدا کرده و به 1312.37 دلار رسیده و قیمت دلار طلای آمریکا هم باز هم 0.5% رشد پیدا کرده و به 1317.50 دلار رسیده. این از این لحاظ حائز اهمیتی که در داخل ایران هم علارغم این که به دلایل این وضعیت روانی که ایجاد کردن، البته باز دلار هنوز بازار متشکل ارزی که من دور قبل عرض کردم که یک کازینوی بزرگ است که 100 میلیون تومان باید بذارن عضو اون بشن، بعدن در اونجا به هر حال قیمت دلار رو تعیین میکنن و بحث‌های دیگر، هنوز اون شروع نشده، هنوز در آستانه بحث‌های جدی‌تر اون هستند. ولی به هر حال وضعیت دلار با توجه به اینکه اخباری یک مقدار به هر حال مثبت برای رژیم ایجاد شده بود، باعث شده بود که به هر حال قیمت دلار از مرز 14000 تومان کاهش پیدا کرده بود. اون هم باز هم با سرکوب شدید همراه بود با پمپ دلارهایی که به هر حال یک به طور دوره‌ای میگیرند و این رو میارن، باز هم به قاطع میشه عرض کرد، به یک زرس قاطع به یقین میشه عرض کرد که قیمت دلار به هیچ وجه این 13450 تومان نیست. این جوی هست که اینها تشکیل دادن که دلارهای خانگی مردم رو بگیرند. و یک نکته ای رو من اینجا عرض کنم، ببینید جناب بهبانی، اگر دلار رو اینا 15000 تومان به فرض الان بکنند و در طول 7 ماه 15000 تومان رو نگه دارند که به فرض 2000 تومان حتی بیشترم هست از 13000 تا 13200 تومان، به نفع ایران خواهد شد، به نفع بازارهای داخلی، به نفع رونق تولید، به نفع مبادلات، به نفع اقتصاد به هر حال گردش چرخه‌های واردات و صادرات خواهد شد. تا اینکه یه بار بره 15000، یه بار بره 14700، یه بار بیاد 13، یه بار بیاد 12، این نوسان دلار دسیسه است که رژیم انجام میده. در این دسیسه در واقع یکی از این اجزای این دسیسه اینه که اینها رو با ارزش افزوده فروشش رو همراه میکنه. یعنی وقتی که هر بار جابجا میشه، به هر حال در آلمان این رو اون تاکسی که در آمریکا اون رو شما دارید، در هر خرید و فروشی یه تاکسی پرداخت میشه، یک مالیاتی پرداخت میشه که این مالیات به اون عمل اقتصادی است که صورت میگیره. شما ببینید مردمی که به فرض الان 200 میلیون تومان خودشون رو دلار کردن، فردا احتیاجی به پول دارن، حالا غیر از حق العملی که پرداخت میکنن اینا به کنار، وقتی که دلار یک کمی بالا رفته بود اون رو خریدند، یک مالیاتی الان باید به صرافی ها بدند، اون رو یه بار بخرند، وقتی که دوباره اون رو میفروشند چون نیاز دارن به پول داخلی، به ریال و به تومان احتیاج دارن، بخشی از این دلار رو وقتی که میفروشند باز باید یه تکسی بدند، یک مالیاتی بدند به دولت. برای هر خرید و هر فروش، چه برای سکه و چه برای دلار، همواره اینها باید مالیات پرداخت بکنن. به این ترتیب بدیهی است که در این جابجایی ها اینها چیزی کسب میکنن، اما اون ضربه ای که این به اصطلاح نوسانات قیمت دلار به اقتصاد ایران میزنه، به مبادله میزنه، به امر تولید میزنه، چون اینا بخوان به فرض یک جنسی رو تولیدگر تولید بکنه باید بره دلار رو بخره. دلار نیمایی در ایران الان حدود 9000 تومانه. دلار آزاد که باید تا چندی دیگر به فرض با
بازار متشکل ارزی یا همون بازار سیاه در گذشته باید اون رو فراهم بکنه که اسم اون بازار سیاه رو میخوام بذارم بازار متشکل ارزی. بهای تفاوت دلار نیمایی که الان 9000 تومان هست با این دلار آزاد حدود چیزی 4500 تومان هست. این قیمت خودش قیمت 4200 تومانی دلار ثابت هست. دلار که ارز ترجیحی در ایران دلار جهانگیری بهش میگفتن که الان دلار همتی هست، خودش هنوز هم 4200 تومان هست. در حالی که تفاوت بین ارز نیمایی، دلار نیمایی و دلار آزاد حدود 4200 تومان است. با یک چنین وضعیتی که مدام در این نوسان میکنن، این نوسانات باعث میشه که استرکتور بازار، امر تولید، امر مبادله، امر در واقع جابجایی مسائل مثل چرخه‌های گوناگون اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌هایی که در بانک‌های در واقع از بانک مرکزی تا بانک‌های دیگر هست، مدام صرافان و یا تولیدگران و یا نیروهای دیگر، مصرف کنندگان، پسنداز کنندگان این دلار همه در ابهام هستند. یعنی اونچنان گیجی و وضعیت در هم پاشیدگی و ریخت و پاش در این وضعیت وجود داره که خب این دولت خودش هم ادعی میگن که اینها این رو آشوب ایجاد کردن که از درون این آشوب برای یه چیزی نصیبشون بشه. بدیهیست که اینها بخشی از دلارهای خانگی رو سعی میکنن اینجوری بگیرن، ولی من به گمان من این آشوب به نفع خود اینها هم نیست. اینها قادر نیستن این رو کنترل بکنن و مثل همه سیاست‌های دیگرشون اینجا هم در واقع دچار یک مشکلات بزرگ هست که هیچ یک از اقتصاددان‌های از نگاه‌های گوناگون، مسئولان حکومتی، یعنی تفاوت به فرض جهانگیری و سیف، تفاوت بین جهانگیری و نوبخت که هر کدوم یک سیاستی داشتن، مشاوران اینها بودن، تفاوت بین به هر حال مسعود نیلی با همین راقفر، اقتصاددان‌هایی که دارن نظر میدن، حتی تمام این اقتصاددان‌ها هم همراه با دولت گیج شدن. جناب بهبهانی نگاهی به نظرات این اقتصاددان‌ها هم بین راقفر و مسعود نیلی، بین راقفر و نمیدونم فرشاد مؤمنی، یعنی اینها در واقع گروه بندی شدن. در این تضادی که این رژیم ایجاد کرده راه حلی وجود نداره. اقتصادگرایان نهادگرا یا اونایی که طرفدار به هر حال مالکیت به گونه‌ای نفوذ و کنترل دولت به بازار هستند و اونهایی که نولیبرال ها که میگن بازار همه چی رو تعیین بکنه، اینها هم دچار یک ریختپاش اساسی شدن. چون کسی که باید نظم و ثبات ایجاد بکنه اون دچار بی‌ثباتی است، یعنی دولتی به قاویت فلج و بست که چاره‌سازی رو بلد نیست. در یک چنین شرایطی ما با یک مشکل بزرگ در واقع بحران همون جنگ مضاعف، تحریم‌ها رو هستیم که یک فلجی کاملی رو برای اقتصاد ایران ایجاد کرده. امر در واقع مسئله طلا و یا مسکن، افزایش تورم، به گزارش جدیدترین گزارش‌ها در مورد گوشت مرغ، گوشت به هر حال گاو، گوشت گوسفند و یا شکر به حدود 300% رسیده، یعنی سه برابر شده از پارسال تا امسال. در مورد حتی شکر، در مورد برنج حدود 200% شده، یعنی دو برابر شده. و این گزارشات نشان میده که ما ارقام تورم ما به سرعت به بالاتر و افسار گسیخته‌تر شده و ما هر گونه کنترلی از دست رژیم در اومده. جناب بهبهانی جالب بود این بحث شما، برای اینکه نشون میده، یعنی مثلا همین بخش جریمه هایی که مطرح کردم، خب این کمک بهش فکر نمی کنم بکنه، اونقدی نیست که بتونه. ببینید تمام مشکل این نظام به باور من دو مقوله اصلیه، یکی مردم هم. یعنی از قیام مردم، از خیابان به شدت وحشت داره. مشکلی رو که الان باهاش روبروست
تأمین نیاز گروه اول و دوم و سوم وابسته به خودشه. این دایره های پیرامونی رو اگر مثلا به یک دو سه تقسیم بکنید، این تا اون یک و دو سه رو نگرانه، باید تأمین کنه مخارج اونها رو. این دوتا نگرانی هست، یکی خیابان از مردم وحشت داره، یکی همین که نتواند این منابع رو تأمین کنه برای این پیرامونیانش. شرایط اقتصاد چی نشون میده؟ آیا این توان ادامه رو داره یا نداره؟ خوشحال میشم بشنوم. بله، شما چه در اون قسمتی که اشاره به تزیرات کردید، یعنی در واقع جرایم به تزیرات، پولی که به هر حال سازمان حمایت از مصرف کنندگان پس از اینکه قیمتهایی تعیین میکنه و اون قیمتها رو در بازار نمیبینه، بعد به هر حال امر تزیرات و عوارض یا چیزهای دیگری که جرایمی که میگیره، این یه بحثی بود که به هر حال من عرض کردم که این وجود داره، ولی بخش کوچکی از بودجه ایران رو، ناترازی بودجه رو از این عوارض و از این جرایم و تزیرات در میارن. بیشتر اون تاکسه که اون مالیات هست که در اون قسمت اهمیت داره، اون رو باز هم تاکید خواستم بکنم. اما یک نکته دیگری که ببینید جناب بهبانی، قسمتی که در ای اقتصاد در واقع مفهوم پیدا میکنه کنترل قیمت هاست. در بزرگترین اقتصادهای دنیا امر، اشاره کردم در آغاز، ارزش پول ملی و قیمت، چون ببینید هر کالایی از فولاد و پتروشیمی و اساس در واقع اقتصاد ایران، نفت ایران، و بعد همینطور برسیم به بخش مسکن، بخش کشاورزی، تولیدات گوناگون، معدن، ما همه اینا بحث روی قیمت هست. حتی کاهش پول ملی با مسئله قیمت ها در ارتباط هست. شما ببینید وقتی جنگ تعرفه ها در دنیا میشه، بحث روی اینه که به فرض تولیدات چین در آمریکا فروش بره یا نره و قیمت اونها چه قیمتی باشه. بحث قیمت ها بزرگترین بحث در واقع، بحث اجرایی، بحث واقعی و عینی مسئله تورم، کاهش پول ملی، همه روی قیمت ها خودش رو نشون میده. امروز یک بحث مهمی هست، من از اینجا برمیگردم به اینکه توانایی رو که جناب عالی میخواهید این رو سوال، در واقع شما پرسشی دارید که این رو باید با این توضیح داد. ببینید قیمت گذاری، اساس تئوری قیمت گذاری اینه که قیمت گذاری بر اساس در واقع بازار آزاد، یکیش اینه، یعنی عرضه و تقاضا. به فرض قیمت مثلا یک ماشین در بازارهای آلمان وقتی میخواد رقابت بکنه اوپل با BMW، استحکام و کیفیت و میزان سالی که این میده و به هر حال در تصادف چه وضعیتی داره، همه اینها گزارش ها وجود داره. مردم به هر حال قیمت BMW رو از قیمت اوپل چند هزار یورو بیشتر گذاشتن و این خودش رو در دست در واقع مصرف کننده این رو به تجربه دریافت کرده و از طریق ریتینگ های گوناگون برآوردی داره که BMW باید بخره و قیمت BMW در بازار آلمان یا در بازار دیگر روشن میشه. و به قسمت دوم اینه که رقبا با هم دیگر یک جنگی رو، یک بحثی رو پیش میبرند و قیمت رو در واقع، اجزای قیمت رو رقبای بزرگ اقتصادی روشنترش میکنند. و ضمناً قسمت دیگر این قیمت گذاری اینه که بهای تمام شده ای که برای هر کالا از آغاز تا پایان هست، هم اون هم عامل مؤثری است برای قیمت گذاری. در ایران هیچ کدوم از این فونکسیون ها، این سیستم ها عمل نمی کنه به خاطر وضعیت پیچیده ای که در داخل ایران ایجاد شده، به خاطر وضعیتی که تحریم ها ایجاد کرده در ایران، به خاطر شرایطی که بر اثر اون تولید داخلی از بین رفته، به خاطر اینکه سوبسیدهای گوناگون دادند که خوراک و مایحتاج مردم رو با پول نفت که یک ثروت ملی ماست سوبسید بدن، جنس ها رو وارد بکنن، بعضی جنس ها رو ارزانتر کنن، بعضی ها رو گرانتر کنن، اینها رو بسپرن به سازمان حمایت از مصرف کنندگان، به سیستم های قیمت گذاری که در
دولت در واقع به هر حال برای خودش سیستمی در نظام امروز ایران داره، ارز نیمایی رو یک تعریفی براش کردند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در ایران قیمت کالاها رو دو چیز تعیین میکنه. یکی در واقع این محصولات اساسی، قیمت محصولات اساسی ما یعنی پتروشیمی ما، چون قدرت مالی ما امروز ما در وضعیت همین وضعیت تحریمی بر اساس عایدات اصلی ماست، یعنی صنعت پتروشیمی ما، فولاد ما، آلومینیوم ما و مس و غیره زاله. یکی وضعیت قیمت‌های امروز اینها در جهان که چون ایران در واقع صادر کننده اینهاست و توان مالی ایران رو این صادرات ما تعریف میکنن، این عایدات ما تعریف میکنن. و مسئله دوم ارز نیمایی است، یعنی برآورد کارشناسان اقتصادی اینه که این دو عامل در واقع قیمت کالاها رو در ایران تعیین کرده. چون ارز نیمایی رو اینا یک وضعیتی بینابین بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد 9000 تومان تعریف کردند، یعنی اقتصاد رو در واقع با یک چیز واقع گرایانه از نظر خودشون، ریال از نظر خودشون، یک مرز میانگینی به نام ارز نیمایی براش ایجاد کردن که البته این به غایت پایین قیمت واقعی دلار هست، ولی بر مبنای ارز نیمایی، چون به تولید کنندگان ارز نیمایی میدن، چون در مبادلات ایران با خارج اونهایی هم که فروختند ارز صادراتی رو وارد میکنن به ایران به ارز نیمایی مبادله میشه، بنابراین ارز نیمایی به اون عامل قیمت اون چند کالای اساسی تعیین کننده واقعی امروز قیمت در ایران است. به طور میانگین عرض میکنم در یک چنین شرایطی هست که این رو به هر حال مورد توجه بینندگان و شنوندگان عزیز باشه، چون این یک بحثی است به هر حال از پیچیدگی های برخورد بحث اقتصادی است، ولی این رو شنوندگان عزیزی که توجه دارن به مباحث اقتصادی میتونن دنبال بکنن و این بحث رو میشه در جلسات بعدی هم ادامه داد. اما این چه چیزی رو تعیین میکنه برای امروز بازار ایران؟ وقتی که از اون قیمت هایی که بر این مبنا در ایران تعیین شد، قیمت گذاری شد، اون وقت این قیمت ها رو میدند به این و اون و اون، ضمن این که همه قیمت ها رو این تعیین نمیکنه. مثلا قیمت پراید رو اینطوری تعیین میکنند، قیمت یه سری از وسایل خانگی، لباسشویی، نمیدونم اجاق گاز یا چیزهای دیگر یا مصادیق ساختمانی یا بخش بزرگی از قیمت ها رو اینا تعیین میکنند. اما مایحتاج اساسی مثل شکر و گوشت مرغ و غیر ازالک رو بر اساس وارداتی که امروز داشتند باز هم با ارز نیمایی یک برآورده کردن تعیین میکنن. میان میگن به فرض گوشت قرمز الان باید 40000 تومان باشه، ولی قادر نیستن این 40000 تومان رو در بازار کنترل بکنن، چون با سیستم تعزیرات خودشون و با سیستم های فشار دیگر نمیتونن بازار رو در واقع زیر کنترل بگیرن. شروع میکنن تولیدگران خرد رو و فروشندگان کوچک رو جریمه کردن، تعزیرات رو به کار بردن، سازمان در واقع حمایت از مصرف کننده رو در سراسر ایران با شهربانی، با نیروی انتظامی، بخشی از نیروهای اینها بیشتر از اون چی که الان متوجه سرکوب هست متوجه اینه که اقتصاد رو سرکوب کنه. سیستم توتالیتری رژیم ایران گاهن حتی نیروهای پاسداران، نیروهای بسیج به کمک نیروهای شهربانی در شهرهای گوناگون افراد فروشندگان و خردپا رو دستگیر میکنن اینجا و اونجا و تا بتونن در واقع اقتصاد رو زیر چیز بگیرن. این کار رو در دهه 30 نیروهای نازیسم، نیروهای فاشیست، فاشیسم هیتلری عین همین کار رژیم ایران رو میکردن. گزارش های گوناگون یا تاریخی که اینا نوشته شده این بود که اینها اوائل یهودیان رو نه به خاطر اینکه مثلا اونها نژاد برتر بودن، بسیاری از یهودیان فروشندگانی بودند که در اقتصاد آلمان نقش داشتند، یعنی در قسمت گوناگون در بازار آلمان بودند. اولین موج‌های سرکوب از سرکوب قیمت‌ها و دستگیر کردن یهودیانی بودند که در بازارهای اینها فعال بودند.
که البته بعد اون نفرت ضد یهودی هم همراه با این شد که اصلا سر اینها رو کاملا زدن و بازار رو در جاهای گوناگون از یهودیان و از بازاریان یهودی در واقع صاف کردن و تمیز کردن. این در تاریخ خود آلمان هم هست. در وضعیت امروز ایران سرکوب در واقع کسانی که در این بخش هستن گاهن از سرکوب محیط زیستی ها، اصلا محیط زیستی ها چند تا نهاد بودن که اونا رو زدن داغون کردن رفت، ولی سرکوب بخش های بازار آزاد در وضعیت کنونی ایران یک موزل بزرگ این رژیم شده. جامعه بانی به اینها قادر نیستند. به میزانی که مسئله اقتصاد کوپونی و اقتصاد جنگی بر اثر حمله بیگانه در واقعی هر چقدر کاهش بخواد پیدا بکنه، بحث‌های مربوط به داخل اقتصاد ایران و درگیری‌های درونی اینها روی مسئله اقتصاد افزایش پیدا می‌کنه. یعنی این تضادها و این بدبختی‌ها در یک وضعیت آزاد، مردم خب حواسشون دنبال اینه که به اینا بگن خب این مسائل مسئول اینها کی هستند، شما چگونه می‌خواید این رو الان هدایت بکنید و اداره بکنید. اینا هیچ راهی، هیچ طرحی و هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌گذاری ها برای آینده، امر در واقع بهبود بهینه کردن وضعیت بازار و محصول و وضعیت آزاد کردن بانک ها از این فشار سنگین در واقع بدهی ها هیچ برنامه‌ای ندارن. اتفاقا جالب بود این بیان شما، من برد به 40 سال پیش و مطالبی که در دادگاه هویدا مطرح شد. هویدا گفت من وقتی که اومدم سرکار قیمت این خودکار بیگنام 5000 بود، 13 سال مستر صدارت بودم، بازم قیمتش همین 5000 بود. یعنی این بحث کنترل قیمت که شما به اون یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد نام میبرید، هویدا به این هم میبالید. اما دو تا موضوع و بذارید که با همین دو موضوع بریم سراغ تحلیل سیاسی شما. یکی این که میگوید که تورم، اولا میگه که مرکز پژوهش‌های مجلس میگه 23 تا 40 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستن. میدونی که خط فقر رو هم اینا تعریف مختلفی از خط فقر دارن. اما اینکه 23 تا 40 درصد، خب 17 درصد فاصله است. این چه نوع آمارگیریه؟ یعنی چی؟ آمار حالا 1 درصد، 2 درصد، با 5 درصد بالا پایین معمولا میشه اینو بگی آمار، ولی 17 درصد از 23 تا 40 درصد مردم زیر خط فقر رو نفهمیدم. بعدم این که میگوید تورم در ایران از 30 درصد گذشت، در حالی که این را هم باز دروغ میگوید. این ماجرای رکود و تورم و این فقر چه تعاریف دقیقی داره در اقتصاد؟ و وقتی جامعه‌ای خط فقر داره چیه ماجراش؟ این رو تعریف کنید و ببینیم که این تورم و رکود در یه جامعه فقیر چه معنا و مفهومی داره. بفهمید سراپا گوش است. بله، در ارقام دقیق‌تر اینه جناب بهوانی که خط فقر مطلق یک چیزی حدود 30 تا 33 درصد، یعنی 1/3 جامعه ایران زیر خط فقر مطلق هست. و خط فقر مطلق رو سازمان یونسکو این رو عوامل این رو المان های این رو روشن کرده. ببینید یک فردی که در روز کار به فرد جسمانی میکنه، میزان کالری رو که این 10 ساعت باید کار جسمی بکنه، کار فیزیکی بکنه و تولید یا حالا به هر حال در قسمت های گوناگون هست، یا معلمی هست، یا به هر حال در قسمت بهداشت کار میکنه، پرستاری هست، اینها میزان این کالری ها ثبت شده هستند. در یک جامعه ای که مردم در واقع از مواد مایحتاج حداقلی که پروتئین و مواد غذایی نشسته برای تولید انرژی، برای تولید و برای کار رو ندارن، این زیر خط فقر مطلق توصیف میشه. اون وقت
خود این خط فقر مطلق در جاهای گوناگون کشور باز هم ارقام گوناگونی داره، چون خط فقر مطلق این هم هست جایی که یک فردی در اونجا میخواد 8 ساعت استراحت کنه و در زیر سقفی بخواد بخوابه، قیمت های این در شهرهای بزرگ مسکن، حداقل مسکن جز خط فقر، وقتی که آدم زیر خط فقر یعنی در یک زاغه زندگی میکنه یا در یک کانکس بالای بام زندگی میکنه و باید یه زن پیر، یه زن بیمار، یک کودک خردسال به فرض، حالا این اکستریم کردن در واقع این کانکس ها که پشت بام هایی که یک دوره راجب اونها صحبت کردیم اینها فرعی بودن، یا یعنی اینکه هر روز فقیرتر میشن به حاشیه شهرها پناهنده میشن در اونجا ها زندگی میکنن، حداقل مسکن رو ندارن، قیمت مسکن اون حداقل ها در واقع در خط فقر مطلق تاثیرگذار هستن. اما ما در جامعه ما با توجه به اینکه فقط در سال 98 اگر ما حتی با 30% دستمزد ها رو با 30% هم حساب بکنیم، دستمزدی که دولت باید برای کارمندان دولت پرداخت بکنه 124 هزار میلیارد تومان خواهد شد. 124 هزار میلیارد تومان برای کارکنان، شاغلان، مستخدمان دولت است. و این رقم در واقع با افزایش 30% که تورم بیشتر، خیلی بیشتر از 30% است. در اقلامی من عرض کردم که تورم به 300% رسیده. باز هم صندوق بین المللی پول تورم ونزوئلا رو 130 هزار درصد برآورد کرده. 130 هزار درصد، یعنی دیگه اونجا رقم ها می سوزه، رقم ها کامپیوتری با سرعت عجیب در ثانیه در واقع داره می روانا. ما با امر با کاهش رشد اقتصادی بسیار بزرگتر از منهای 6.5 همراه هستیم. هفته پیش عرض کردم که با وضعیت امروز اقتصاد ایران کاهش رقم، کاهش نرخ رشد اقتصاد ایران دو رقمی خواهد شد، یعنی در واقع اقتصاد ایران حدود 10% کوچکتر میشه به خاطر اینکه نفت درش وجود نداره، به خاطر اینکه فلزات تحریم شده بودن، به خاطر اینکه وضعیت صادرات واردات اونطور بود و اینها باعث شدند که ما با تورم باز هم بیشتری روبرو بشیم و این تورم بیشتر شرایطی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده که ما حدود بخش بزرگی از اخشار متوسط جامعه به اخشار فقیر تبدیل شدن. یقینا یک چیزی با احتیاط کامل میشه گفت که بیش از 60% مردم ایران، با احتیاط کامل میشه گفت، ادعی میگن حدود 70% مردم ایران زیر خط فقرن و از این 70% که زیر خط فقرن حدود 30%ش زیر خط فقر مطلق هستند، یعنی به این ترتیب 40% زیر خط فقر هستند از جمعیت ایران، 30% زیر خط فقر مطلق هستند. تنها 30% از جامعه ما فعلا در واقع در وضعیتی هستند که یک وضعیت حداقلی یا با خط فقر و اینها تعریف نمیشه. این وضعیت کنونی جامعه ماست. صدای من رو دارید جناب بهبهانی؟ من صدای شما رو ندارم. خواهش میکنم. من یه اشاره به قسمت خواهدان یه لحظه احساس کردم که صدای من به شما نرمید. نه خیلی بفهم. خزینه های جاری دولت در سال 98 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده، خزینه های جاری. و از این خزینه های جاری 320 هزار میلیارد تومان عایداتی که به هر حال در گذشته هم مطرح کردیم، برآوردشون این هست که از این 320 هزار
153 هزار میلیارد تومانش رو باید از مالیات در سال 98 بگیرند. یعنی برای رقم مالیات 153 هزار میلیارد تومان خواهد شد و ضمناً برآورد کردن که تنها در سال 98 208 هزار میلیارد تومان دولت درآمد میتونه کسب بکنه. به این ترتیب رقم 112 هزار میلیارد تومان ما به هر حال کسری خواهیم داشت که از این 112 هزار میلیارد تومان رو باید اینا بتونن از پول نفت، از فروش نفت در واقع تامین بکنن. اون چی که در آغاز سال یا در پایان سال 97 برآورد کرده بودن، برآوردشون این بوده که بتوانند از فروش نفت 140 هزار میلیارد تومان با 1.5 میلیون بشکه بتونن در واقع 140 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشن که امروز کارشناسان میگن که 1/3 این رو، یعنی حدود 40-50 هزار رو هم نمیتونن با این نفت بشکه 400 زیر 500 هزار یا حدود 400 هزار در روز نمیتونن حدود 1/3 رو هم تامین بکنن. یعنی در واقع از همکنون معلومه که با چه غول در آغاز سال، نه در وسط سال، نه در پایان سال، در آغاز سال معلومه که اینها ده ها هزار میلیارد تومان کاهش درآمدی دارند و با این کاهش درآمدی خب باید روی اون بحث 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی که باید میدادند روی اون درگیری ها وجود داره. تا کنون صحبت این بوده که در این دو ماه اخیر 2.8 میلیارد دلار تونستند در عرض این دو ماهه بدند. کل پولی که دادند، ارزی که دادند برای اینکه خوراک و مایحتاج اساسی رو بیارن 2.8 میلیارد دلار بود در این دو ماهه که اجناسی رو خریدن که اینها در بعضی از انبارها هستند، مایحتاج و برحال چیزهای اولیه، اقلام اساسیه. و با این وضعیت، یعنی کشوری که با این همه ثروت و نفت و میانات گازی و صادراتی که برحال داشتیم، پتروشیمی و فلز و اینها، درگیر بزرگترین دغدغش اینه که مایحتاج اصلی مردم رو، یعنی برنج و نان و گوشت و اینها رو نمیتونه تامین بکنه. حالا دیگه در عرصه‌های دیگر که برحال کالاهای واسطه‌ای و کالاهای صنعتی اون برحال اصلی که برای تولیدات لازم هستند، اونها دیگه بحثش به جداگانه است. خود همین سازماندهی تغذیه مردم، خوراک مردم در این کشور، کشوری که ادعا میکنه من آمریکا رو چنان میکنم، اسرائیل رو چنان میکنم، میجنگم، فلان میکنم، درگیر همین مایحتاج روزانه مردم هست که یکی رو شلاق بزنه، یکی رو جریمه کنه. بازارها رو شما اشاره کردید به روزهای پایانی برحال زمان شاه که اون دوره هم یک دوره کوتاهی بود، مسئله برحال کنترل قیمت ها وجود داشت، وضعیت ایجاد شده بود که ما میدونیم خب برحال این بحثا در اون دوره هم بود، ایده ای رو برحال دستگیر کرده بودن که این مشکلات رو در اون دوره شروع شده بود. امروز اصلا این غول در واقع بیکاری، غول قحطی و مشکلاتی که در جامعه هست، وضعیتی که برای مردم ایران ایجاد شده، واقعیت اینه که این بحثا را در دور قبل هم کردیم، امشب هم شاید برسیم، جامعه در مرز انفجار هست. جناب احمد، اجازه بدید با توجه به همه این شرایطی که تعریف کردین در این 10 دقیقه باقی مانده بریم و یه جام اشاره شد به این وضعیت امید و ناامیدی که ایجاد شده. تحلیل سیاسی شما رو بشنویم ببینیم که از این اوضاع و احوال چه نتیجه‌ای میشه گرفت و تحلیل شما از این شرایط چیه؟ بفرمایید تا بشنویم. خب ما در هر دور که شرایط ایجاد میشه، ما میدونیم که بخشی از اپوزیسیون ایران، به هر حال اونهایی که طرفداران این رژیم هستن، میان و
شلوغ میکنن یا سعی میکنن که یک باز هم آب از آب گرهلود ماهی بگیرن. حالا قسمت خارجیش رو کار نداریم، بحثایی که الان راجع به نایاک هست، تریتا پارسی هست و بحثایی که برحال در خارج حتی در توییت های مهاجرانی هست یا نیروهای طرفداران اونها هستند. ما در واقع به تدریج به سمت یک انتخابات نزدیک میشیم. این انتخابات نه برای بخشای برحال مخالف منتقدان رژیم اهمیت داره. این جنگ جنگی به شروع میشه، جلایی پور و تاجزاده و یا بحثی که تاجزاده گفت اگر امروز انتخابات باشه من هیچکی رو انتخاب نخواهم کرد. یعنی با این حرف میخواد بگه وضعیت کنونی، همین چند روز پیش من این رو خوندم که بهرحال آقای مصطفی تاجزاده میگه که بهرحال من هیچ کس رو در شرایط کنونی که هیچ چیز معلوم نیست انتخاب نخواهم کرد. حداقل کاش که این آدما و آدمای دیگر یه مقدار درس میگرفتن و میگفتن که اصلا این انتخابات در کشوری که اینجوره، چون این روزا بحث از تغییر قانون اساسی هم داره میشه، آیا اون بحثی که روحانی به علی خامنه‌ای میگفت که من اختیارات بیشتر میخوام، آیا اختیاراتی برای این میخواست که بتونه وزیر خارجش رو اینور اونور بفرسته، در بعضی از میزهای مذاکره حداقل بتونه قولهایی بده و بعد از علی خامنه‌ای خواسته بود که حداقل یک مقداری به هر حال دخالتاشو کمتر بکنه که اینا بتونن شاید این فریبهایی که میخوان بدن دنیای آزاد رو که به گمان من دیگه اینها قادر نیستن فریب بدن پشت مذاکره در میزهای مذاکره، اینقدر اینها دروغ به جهان خارج گفتن که جهان خارج آمریکا اروپا دروغهای اینها رو باور نخواهد کرد. وقتی که صالحی میگه که این آقا حتی اونهایی رو که میخواست سیمان بریزه اونها رو نکرد، این بار دیگه آژانس بین‌المللی به هیچ وجه اونقدر هوشیار شده که تا اون فیها خالدونش رو خواهند جست و خواهند دید که اینها واقعا راست گفتند یا نه. به هر حال در قسمت مذاکرات خارجی که خب وضعیت رژیم در واقع یه حالت عجمز شده است، یک موقعیت بسیار سختی براش فراهم شده برای رژیم، چون اونقدر شفافیت ها بیشتر خواهد شد چه در مورد CFT و چه در مورد FATF که وضعیت کنترل به اینها بیشتر خواهد شد. در داخل ایران حلقه های محاصره تنگتر شده به خاطر اینکه مردم ایران اینقدر دروغ از اینها شنیدند، اینقدر دروغ و ابهام و شیادی و حیله‌گری از افراد گوناگونشون شنیدند، از روحانی که مرزهای توانایی دروغ گفتن و ابهام ایجاد کردن و بازی‌های زبانی حیله‌های گوناگون رو به کار بردن تا این هنرمندان رو در یک جایی به هر حال با خود همراه کردن، تا ضد امپریالیست‌های نمی‌دونم نوع وطنی به هر حال توصیفاتش رو دوست گرامی آقای ایرج مستاقی بیشتر خواهد کرد که به هر حال ادعاهایی دارن که من اونها رو در واقع بخشی از اونها رو چپنما عرض می‌کنم، چه اونهایی که در واقع راستای نولیبرال وطنی نوع همین حکومتی هستند که ادعای بازارهای حرف از اقتصاد جهانی آمریکا و نئولیبرالیسم و یه چیزهایی که از خارج با خودشون آوردن در وطن به نام در واقع ولی به استثمار در واقع زحمتکشان جامعه ایران، همه چیز وارداتی ما قاطی است. جناب بهمانی، ما چپنما داریم، ما نئولیبرال هایی داریم که از به هر حال از لیبرالیسم اقتصادی چیزی جز فساد و رانت و پدرسوختوازی و دروغگویی هیچی دیگر نمیدونن. ما کسانی داریم که به نام در واقع سوسیالیسم بیشترین ضربه رو میخوان به سوسیالیسم بزنن، کسانی داریم که به نام اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار و لیبرالیسم بزرگترین ضربه رو در این کشور به اون همین مفاهیم در واقع کلاسیک اقتصادی وارد کردن. در وطن ما هیچ چیز در جایگاه خودش نیست، باید باز تعریف بشه اینها. در جامعه ما در واقع دروغ به قدری گفته شده، اما یک چیزی بوده، مردم ایران این حکومتگران رو کاملا شناختند. نه اینکه همه مردم ایران 100%، بخش بزرگی از همون 20 میلیونی که برای این آقای روحانی رای داده بودند همین سالهای چند سال اخیر
دیدن که دروغ چه ابعادی میتونه داشته باشه. مثلا شعارهایی نیست که در 96 دادن، در همین دوره اخیر اون بخش از جوانانی که میگن ای آمریکا بیاد چند تا بمب بزنه اینها را نابود بکنه، آرزوی مرگ اینها را دارن، حتی با بمب‌های به هر حال آمریکایی به 52. اونها حداقل به اینجا رسیدند که امشب گفتیم که این آرزو خدا را شکر که برآورد نخواهد شد. امیدواریم که هیچ وقت بمبی بر سر مردم ایران ریخته نشه. اما خوبیش اینه که این مردم فریب اینها را کمتر میخورند. اینها در این انتخابات آینده جلایی پور مانندها و یا همین حجاریان و تاجزاد و دیگران نمیتونند به هر حال مردم رو دروغ بگند. این مجلس فاسد رو و دولت‌های فاسد رو جای در واقع بیارن و اینها رو غالب بکنن به مردم ایران. حلقه معاصره در خارج جوری تنگ شده که از سوی آمریکا و اروپا و اینها، و حلقه معاصره در داخل ایران جور دیگر به اینها تنگ شده. رژیم، نیروی قوای توتالیتری رژیم زیر فشار این حلقه های گوناگون باید به هر حال نشون بده که واقعا علی خامنه ای میگه ما جنس ما از یه فلز دیگره، نشون بده که از چه فلزی هست. این وضعیت آینده ایرانه. در یک چنین وضعیتی بهترین فرصتی هست که نیروهای آزادی خواه، دموکرات از هر دسته و فکری که هستند با هم دیگر کوشش بکنن که مبارزه علیه این رژیم اهریمنی رو در دستور قرار بدن. کوشش بکنن تا اونجایی که ممکن هست از بحثایی که نیروهای واقعا منتقد رو، آزادی خواه رو دور میکنه از هدف اصلی، واقعا سعی بکنن نهایت پرهیز رو بکنیم. کوشش بکنیم که اون چه که در واقع امروز حائز اهمیت است، پاک کردن ایران از این رژیم جنایتکار هست، از این رژیم ضد حقوق بشری هست، از این رژیمی هست که اقتصاد و وضعیت جامعه و وضعیت روان مردم رو به پریشانی کامل کشونده. کوشش بکنیم تا جایی که امکان داره با هم دیگر نزدیک بشیم و همدلی و همفکری و همرایی رو جای در واقع نفاق و به هر حال پریشانی و دوری از هم دیگر بذاریم. جواب بهبان بر، بسیار ممنون و متشکرم از شما. سپاس و صد سپاس از همه مهرت، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه، برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر اندیشمندت. آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما جناب سلیم، سپاسگزارم. سپاسگزارم جناب آقای دهقانی عزیز، خسته نباشید میگم به شما. امیدوارم که به هر حال همواره بتونم در خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز قرار بگیرم و با توجهی که شما دارید به این بحثا، این بحثا هر روز پربارتر بشه. حتما خوشحال خواهیم شد که در خدمت شما باشیم. ممنون و متشکرم. سپاسگزارم. دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب آقای سلیمی نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کنید، یعنی mihantv.com رو به دوستانت معرفی کن، به سایت میهن بیان، بتونن از بخش مقالات، یادداشت‌های روزانه، اشارات که اطلاعیه‌ای که در حاشیه سایت قرار میگیره، آخرین اخبار جهان که کمک میکنه به ما که خبرها رو از منبع اصلی دریافت بکنیم، و همچنین برنامه‌های ویژه که روی صفحه اول قرار میگیره بتونیم همه با هم استفاده بکنیم. اپلیکیشن میهن کمکتون میکنه، به اپستور برید. اگر خودتون هم میتونید از دوستانتون، از فرزندانتون بخواید که کمکتون کنن، اپ میهن رو دانلود کنید. گفتم این برای ما نفع مادی ندارد، فقط این که شما آسانتر دسترسی پیدا میکنید. و اگر با تصویر مشکل دارید، اینترنت ضعیف دارید و اینا، رادیو رو گوش بدید. رادیو همواره در خدمت شماست با کمترین اینترنت موجود جهان. و پس بنابراین اپلیکیشن رو دانلود کنید. شبکه اجتماعی مراجعه کنید،
حتما آدرس ما تو تمام این شبکه ها هست، میهن تیوی یک، یعنی youtube.com/mihantv1، facebook.com/mihantv1، twitter@mihantv1، telegram.me/mihantv1، و این شبکه ها مشترک بشید، لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید، و اگر از دستت میاد کمک مالی کنید، چون ما هیچ راهی نه به عربی داریم نه به عجمی، فقط دست نیاز به سمت شما دراز میکنیم، از شما یاری میخوام. در این زمینه تلاش کنید که ما رو تنها نگذارید. متشکرم از شما. ممنون.